کی میدونه اون قدیم و چه جوری بود دنیای ما، خدا چی میخواست و چی شد، چی کار میکردن آدم ها، کی شاه بود و کی نبی بود، کی بد بود و کی خوب و ناز، کدوم کتابی میتونه به ما بگه این همه راز، کتاب مقدس میتونه به ما بگه هرچی که بود، چون که داره حکایت و شعر و سرود. ندا میاد از این کتاب، از توی تورات خدا، خدا به شکل آدمی واسه نجات هممون داره میادش به این جهون، چون با کل بچه ها با همه ی بزرگتر ها این خبر رو میگن توی تموم کوچه ها، مبارک مسیح خوب و مهربون. این که با هم بخونیم سرود شادی و با همه. بله، خدای ما خدای مهربونیه. کتاب دوستی رو بدیم با مهر و شادی به همه. و آفتاب عالمتاب از برج حمل سر زد، سرچو از خواب رو بودند همه پرجگران، سامرویان و سرمدست و نریمان جهان، سر رو را همه دادند صفا توده و موش، و سر زلف به رختاب زده چون چوگان، ملبس بزم به کلی همه کردند برون، چو همی گشته چسان صبح قیامت اوریان، خود توپین و زره ابلق و زنجیر و دوال، ترکش تیر چهار آینه در او خفتان، خنجر و جندل و خاله. بله، اینا که میگی که مال نقالی شاهنامه است؟ ای میدونم، عیب نداره، اینجا هم میشه استفاده کرد. نه بابا، چطور محشر حافظ رو تو برنامه میخونم با اون صدای قشنگم؟ شما میگی بی ربطه؟ بگذاریم، ادامه نقل رو بگیم. خیلی خوب، ادامه نقل رو بگیم. برادرای یوسف راهی کنعان شده بودن، را بیفتی چند فرسخی نرفته بودن که چند سرباز مصری سر رسیدن. بیستید. چشم قربان، چی شده؟ چرا در برابر نیکی بدی کردید و جام نقره ای آقایم را دزدیدید؟ چی میگه این؟ چی میگی تا بابا؟ ما قسم میخوریم که چنین کاری نکردیم، مگه نه؟ اهین، من مطمئنم که جام ارباب تو در کیسه های ما نیست. اگه جام رو تو کیسه یکی از ما پیدا کردی، میتونی صاحب اون کیسه رو بکشی. همه فوراً کیسه هاشون رو زمین گذاشتن و هر کسی کیسه خودش رو باز کرد. ناگهان جام نقره‌ای تو کیسه بنیامین پیدا شد. بدبخت شدیم، رفت. وای بیچاره شدیم. جمع کن بریم بیچاره شدیم بالا. یوسف گفت فقط کسی که جام در کیسه اون پیدا شده غلام منه، بقیه شما میتونید پیش پدرتون صحیح و سالم برگرد. یهودا گریان و هراسان گفت ای آقا، ما نمیتوانیم بدون بنیامین برگردیم. پدرمون از همسر مورد علاقه‌اش دو تا پسر داشت، یکی یوسف که اون را حیوان درنده‌ای کشته، و دیگری همین بنیامین که تنها یادگار اون از همسرشه، و اگه پدر
بفهمه که ما اونو گذاشتیم و نبردیمش ما رو به سختی تنبیه میکنه و خودشم اغاسه میمیره. من زندگیم رو نزد پدرم برای بنیامین گرو گذاشتم. خواهش بگارم به جای اون من رو نگه دارین و بذارین بنیامین با بقیه بره خونمون. یوسف دیگه نتونست جلوی احساسات خودش رو بگیره و شروع کرد به گریه کردن. من یوسفم، برادرتون که میخواستین بکشینش و مثل یه برد فروختینش. چی؟ چی؟ یوسف نگران نباشید، من قصد مجازات شما رو ندارم. باورمون نمیشه. ما شایسته مجازات هستیم. راست میگه، ما باید مجازات بشیم. بس دیگه، خودتون اینقدر لوس نکنین، بریم بقیه نقل رو بگیم. چشم قربان. باشه. یوسف گفت: خداوند منو قبل از شما به اینجا فرستاد تا از این راه عجیب و در این قحطی به داد شما برسم تا شما و خانواده و مردم از گرسنگی نمیرید. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. پیش پدرم برگردید و بگویید: من یوسف پسر یعقوب نخست وزیر مصر هستم. انگشتر و مهر فرعون در دستان من است و فرمان من همچون فرمان فرعون در سر تا سر مصر قابل اجراست. سپس پدرمو نزد من بیارید. اونا مصر رو ترک کردن و پیش پدرشون یعقوب در کنعان رفتن و به پدرشون گفتن: یوسف. یوسف چی؟ پدر جان، یوسف هنوز زنده است. چی؟ نکنه دوباره نقشه دیگه ای کشیدید که منو اذیت کنید؟ نه پدر جان، یوسف تو مصره و الان نخست وزیر مصر شده. نمیدونی چه دم و دستگاهی به هم زده و تو چه کاخ باش و کوهی زندگی میکنه. تقریبا همه کاره مصر شده. چی میگین؟ یوسف، یوسف من زنده است. تنها چیزی که از خدا میخواستم همین بود تا قبل از مردنم دوباره یوسفم رو ببینم. یوسف پسرم هنوز زنده ای، خدا رو شکر. همون شب خدا در رویا به او ظاهر شد و فرمود: یعقوب، من خدای تو و خدای پدرت اسحاق هستم. از رفتن به مصر نترس، من که خدای تو هستم همراه تو به مصر خواهم آمد و در آنجا از تو قومی بزرگ خواهم ساخت. و بدان که در کنار پسرت یوسف از دنیا خواهی رفت. پس یعقوب گله ها و تمام اموالی که در کنعان داشت رو برداشت و همگی به سمت مصر حرکت کردن. یوسف سوار عرابه خود شد و به جوشن رفت تا از پدرش استقبال کنه. پیتگو پدرم داره نزدیک میشه. وقتی یکدیگر را دیدن، یوسف دستهای خود را به گردن پدرش انداخت و مدت زیادی گریه کرد. پدر،
یوسف زنم براتون خیلی در شده بود بسرم. یعقوب گفت یوسف من آرزو داشتم که قبل از مرگم یک بار دیگر تو را ببینم و الان یقین دارم که زنده‌ای. حالا دیگه برای مردن آماده‌ام پسرم. یوسف بعد از اینکه یعقوب پدرش رو دید برگشت پیش فرعون و ازش اجازه گرفت تا پدرش و خانوادش در جوشن ساکن بشن. سپس مردان کاردانی از قوم را هم انتخاب کرد تا سرپرست گله‌داران فرعون بشن. گله‌های مصریان را هم به چوپانان قوم سپرد و به این ترتیب هر کس به کاری مشغول شد. کم کم زمان مرگ یعقوب فرا رسید. پس به یوسف گفت پسر عزیزم یوسف، به من قول بده و قسم بخور که وقتی من مردم جنازه منو از مصر ببری و پیش اجدادم دفن کنی. یوسف هم قسم خورد و قول داد به سفارش پدرش عمل کنه. بعد یعقوب تصمیم گرفت برای پسرای یوسف از خداوند برکت به طلبه. ولی موقع برکت دادن برخلاف عرف کار عجیبی انجام داد. یعنی دست راستشو روی سر پسر کوچکتر و دست چپش رو روی سر پسر بزرگتر گذاشت و بهشون برکت داد. وقتی یوسف دید که پدرش دست راستش رو روی سر پسر کوچکتر یعنی روی سر افرایم گذاشته، فکر پدرش درست نمیبینه، پس گفت پدر دست راستت رو اشتباهی رو سر پسر کوچیکتر گذاشتی، باید دست راستت رو رو سر منسی که بزرگتره بذاری. اما پدرش گفت میدونم پسرم، میدونم، من فقط خواست خدا رو انجام میدم. نسل منسی هم قوم بزرگی خواهد شد، اما برادر کوچکترش از اون هم بزرگتر میشه و نسل اون قوم بزرگتری خواهد گردید. و به این ترتیب افرایم که کوچکتر بود نسبت به منسی که بزرگتر بود برکت بیشتری رو از خداوند دریافت کرد. بعد از مدتی یعقوب در رخت خواب خود خوابید و به اجداد خودش پیوست. یوسف هم به قول خودش عمل کرد و پدرش یعقوب رو در سرزمین پدریش به خاک سپار. یوسف به اتفاق خانواده پدرش همونجا در مصر موند و زندگی کرد. و چون زمان مرگش نزدیک شد با برادراش صحبت کرد که من در حال مرگ هستم برادران، اما به طور یقین خداوند از شما مواظبت خواهد کرد و شما را از این زمین به سرزمینی که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده است خواهد برد. سپس از اونا خواست که بهش قول بدن بعد از اینکه به سرزمین موعود رسیدن جنازه اونم ببرن و نزدیک پدرش در سرزمین موعود دفن کنن. بله، یوسف هنگامی که از دنیا رفت 110 سال داشت. خاله 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 وای
ترسیدم، فکرم مرده زنده شده. زن چرا اینجوری میپری میگه خاله خاله؟ آخه یه سوال داشتم. بفرمایید. میخواستم ببینم چرا یعقوب پسر کوچکتر رو برکت بیشتری داد؟ هیچ چیزی بی دلیل و اتفاقی نیست. اه خاله، من همین جمله رو توی کارتون پاندای کنفوکای شنیده بودم، اونجا که استاد اوگوی میگه هیچ چیزی اتفاقی نیست. بله، هیچ کدوم از کارهای خدا بی دلیل نیست. ما نمیتونیم به اعماق فکر خدا پی ببریم، ولی میتونیم یه حدسایی خوب بزنیم. چه حدسی؟ مثلا میتونیم بگیم چون خدا میدونسته که پسر کوچیکتر قویتر و بزرگتر خواهد شد، اجازه داد که یعقوب، یا به عبارتی فرمان داد که یعقوب دست راستش رو روی سر برادر کوچیکتر بذاره. خب مثلا دیگه چه حدسی میشه زد؟ خب خودتون میتونید حدس بزنید. یکی از بهترین راه‌های درک کتاب مقدس اینه که بپرسید، سرچ کنید، حدس بزنید، جستجو کنید. مثلا از کی بپرسیم؟ یا چجوری تحقیق کنیم؟ گفتم که مثلا توی اینترنت سرچ کنید، تو کتابا بخونید، از پدر مادرتون بپرسید، از کشیش کلیسایی که نزدیک خونتونه سوال کنید. میدونی چیه خاله؟ من تصمیم گرفتم مفسر کتاب مقدس بشم. منم میخوام کشیش بشم. مگه خانوما هم میتونن کشیش بشن؟ بله که میتونن، هم میتونن نبی باشن، هم کشیش، هم مفسر. عجب، هیچ نشیده بودم. حالا کسی نیدی؟ خب بسه، آره، آره. خب دیگه بچه، وقت برنامه تموم شده، ما باید برگردیم به زمان خودمون. پس پیش به سوی ماشین زمان، برای حرکت به سمت زمان خودمون. و قبل از اون، بچه های خوب و گل توی خونه، خدا نگهدار.